با عرض سلام به خدمت عزیزان و بینندگان عزیز و محترم، از اینکه به ویدیوهای من توجه میکنید و وقت میذارید که خودتون رو آگاه و بیدار کنید متشکرم، چون خدمتی به خودتون و خلق هست. اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشید، صحبت کرده بودم راجع به تغییر انرژی که داره ایجاد میشه و اینچه که هر اونچه که ناپاکی یا خالص نیست یا عشق نیست داره میاد که رها بشه، میاد بالا که رها بشه. توی این جریان تغییر انرژی اتفاقی که میفته برای افرادی که کمی نمیخوان یا آمادگی ندارن یا زیاد میچسبن، زیاد وابستگی دارن به افکار و احساسات و برنامه‌های قدیمیشون، یه کمی دچار یه گرفتاریایی میشن چون نمیخوان اون تغییر ایجاد بشه. یه دلیل دیگه هم، عامل دیگه هم این هستش که کارماهایی که از عمرهای قبلی انباشته شده الان سریعتر داره میاد به فضای فعلی ما، به فضای زمان حال ما، برای اینکه اینو باید پاک بشن و رها بشن، چون نمیتونیم این کارما و این انرژی ها رو با خودمون به بعد پنج ببریم که بعد یگانگی، پاکی و پر از عشق. این پروسس البته میدونید که از حدود سال 2003 پیشرفت پیدا کرده، ولی تقریبا سال 2000 شروع شده، به این طرف شروع شده ولی هی سرعتش بیشتر و بیشتر شده و مخصوصا در 3 سال اخیر سرعتش خیلی بیشتر شده این گردش انرژی و از 2012 بیشتر هم میشه. یعنی هر چی جلوتر میریم بیشتر میشه. هدف این هستش که تا سال 2030 همه حرکت کردن یا همه هستن در بعد 5، یعنی کل کره زمین با سال 2030 همه باید دیگه ترانسفر کرده باشن به بعد 5. یعنی همه باید آگاه و بیدار باشن، همه باید بدونن که ما یکی هستیم، من و توی وجود نداره، عشق فراوان هست، همه آگاه هستن به رابطهشون با خدا، آگاه هستن رابطهشون با روحشون و با قلبشون پاک و پر از عشق هست، چون الان خیلی از قلب ها چاکرای قلب بسته شده. وقتی که در بعد 5 هستن همه قلب ها بازه، پر از عشق، آرامش، صلح و صفاست، جنگ و دعوای دیگه وجود نخواهد داشت، چون من میدونم با تو یکی هستم، پس اگه بخوام به تو بدی کنم به خودم بدی کنم. حالا این پروسسه ادامه داره تا سال 2030 ولی الان در هی شدتش بیشتر میشه و حالتی که ایجاد میکنه در بعضی از افراد اینه که حالت روحی روانیشون تعادلش رو کمی از دست میده یا احساس میکنن بالانس ندارن. یه اتفاق دیگری هم که میفته اینه که استعدادهای دنیای عرفانی بیشتر میشه. یعنی مثلا افرادی که استعداد شنیدن صدا به بعد نوریشون بیشتره شروع میکنن به شنیدن صداها. اونایی که بینششون به دنیایی که با چشم فیزیکی دیده نمیشه قوی تره شروع میکنن به دیدن چیزایی که تو بعد فیزیکی نیست. و یک گونه این گونه اتفاقات خیلی ها رپورت دادن به من که اتفاقاتی که میخواد پیش بیاد رو میبینن، خوابشو میبینن یا میبینن، میدونن مثلا روز بعد چه اتفاقی میفته. این استعدادهایی که ما بهش عادت نداریم و در بعد فیزیکی ما نیست، از بعد نوری ماست، اینا تقویت پیدا میکنن. حالا اگر افراد ندونن که این چی از کجا میاد، چی داره پیش میاد، خیلی دگرگونشون میکنه، من آرومشون میکنه. یا حتی بعضی میرن میشه روانشناسه و روانشناسه فقط قرص بهشون میده که این فقط خواب میکنه اعصابشونو، درمان دیگه ای نمیده، مشکل حل نمیکنه، آرامش بهشون نمیده. همین که آدم بدونه که چرا این حالت داره برش پیش میاد و چرا این استعدادها، چرا صدا میشنوه، چرا روح میبینه، چرا از آینده خبر میشه، همین که این چیزا رو فقط بدون دلیلش چیه در افراد آرامش ایجاد میکنه، چون میدونن که بعضی فکر میکنن دارن مثلا عقلشون از دست میدن، ولی اینطور نیست. فقط این استعدادهای بعد نوریشون چون انرژی داره میاد بالا، داره خود به خود تقویت پیدا میکنه. مثلا در سالهای پیش، در 20 سال پیش، یکی بعد
کلی تمرکز حواس میکرد، مدیتیت میکرد، 23 سال رو خودش کار میکرد تا بتونه این استعداداتش رو تقویت بده. ولی حالا چون انرژی داره میاد بالا، این استعدادها خود به خود دارن باز میشن و تقویت میدن. حالا برای افرادی که کمی روح و روانشون متعادل نیست و احساس میکنن روح و روانشون احتیاج به درمان داره، یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که از روحتون درخواست کنید که به چاکرای اولتون درمان بده. چاکرای اول مربوط میشه به سلامتی بدن فیزیکی و تعادل روح و روان. اگه برنامه آپادانای منو دیده باشید، راجع به این توضیح دادم که شب قبل از که میخواید بخوابید از روحتون درخواست درمان بکنید. سلام به روحتون بدید، بگید سلام به روح عزیزم و سه بار تکرار کنیم قبل از خواب، بگید از روحم درخواست میکنم به چاکرای اول من درمان بده. این کار هر شب برای چند ماه بکنید، چون اثرش خیلی زود در همون یه روز دو روز اول میبینید که متعادل تر و آروم تر دو تمرکز حواستون بیشتره. ولی برای اینکه ساب پرمننت بشه، یعنی دائمی باشه این درمان، برای حداقل سه ماه این کار بکنید. بستگی هم به شرایطتون داره که چطوریه، ولی ضرری نداره. اگه 6 ماه هم هر شب این کار بکنید به نفعتونه، هیچ ضرری نداره. ولی حداقل برای 3 ماه هر شب این کار بکنید، از روحتون درخواست کنید به چاکرای اولتون درمان بده و این خیلی کمک میکنید برای تعادل. وقتی که شما متعادلید، محیطتون و اطراف دوروبرتون هم متعادل خواهند بود. مثلا مادر پدرشون، بچه ها از مادر پدرشون کمک میگیرن که گراوند بشن و متعادل بشن. وقتی مادر پدر متعادل نیستن، دگرگونی زیادی در بچه هاشون ایجاد میکنن. پس افرادی که میخوان کمی متعادل بشن و روانشون بالانس پیدا کنه و آرامش داشته باشند، یا حتی برای سلامتی بدن فیزیکیتون، از روحتون درخواست کنید که به چاکرای اولتون که بهش روت چاکرا هم میگن، پایین ستون فقراته. لازم هم نیست شما دقیقاً بدونید این چاکرا چیه، روح شما این دانش رو داره. شما فقط لازمه درخواست بدید که روحتون به چاکرای اولتون درمان بده و روحتون با عشق فراوان این کار رو خواهد کرد و آرزوی روزهای شاد و خوبی برای یکایک شما آرزو دارم، که قلبتون پر از عشق، روحتون شاد باشه، روزهاتون پر از خنده باشه و همه در شادی عشق روزهامونو شروع و ازمان بدید. با آرزوی دیدار دیگر شما، خدا نگهدارتون.